وای به روزی که تصمیم بگیریم مشت با مشت و گلوله با گلوله پاسخ بدیم. به وجود اومدن اختلافات شدید بین اون و اعضای حزب جمهوری اسلامی سلام 6 ماهه بود دوبای کار سازمان را بود اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از نماینده محترم دادستان دعوت می شود تا به ادامه قرائت کیفرخواست بپردازم. از اون زمانی که روزهای اولی که مسعود رو شناختم در فاز سیاسی شاید میلیشیایی بیش نبودم، همیشه از آرزوهام بود که بشه یک روزی از جلوی مسعود رژه برم. در سال 64 یعنی سال ازدواج مسعود رجوی و مریم قجر از اودانلو، رجوی به ایجاد یک انقلاب ایدئولوژیک پرداخت، پدیده‌ای که با گذشت زمان گروهک را به سمت ساختاری فرقه‌ای متمایل ساخت. C'est une pratique spécifique qui est développée par un individu qui fait une interprétation de la religion. Ce qu'on peut appeler une secte. La secte, il y a encore des éléments plus. Donc c'est tout ce qui n'est pas dans le culte rendu. Tout ce qui est un obstacle au culte. در واقع انقلاب ایدئولوژی که طراحی شده توسط مسعود رجوی بر 4 پایه استوار بود. پایه اول طلاق. مردهای متأهل باید زنان خود را طلاق می‌دادند و مردهای مجرد نیز فکر خود را از ازدواج آزاد کرده و در اختیار سرکرده گروهک قرار می‌دادند. اونجا رجوی اعلام کرد که من بعد جریانی به نام جریان خانواده و زن و فرزند در درون امیکه وجود نداره. گفتم حلقاتون در بیارید. پایه دوم پذیرش سرکردگی عقیدتی مسعود رجوی. بدین معنا که مسعود رجوی اعتقاد داشت که خون اعضا برای سرکرده تشکیلات و نفسشان برای مریم رجوی است. که این عقاید به خوبی گویای مؤلفه های فرقه‌ای گروهک تروریستی منافقین می باشد. سازمان یک کنترل خیلی سخت و شدیدی رو روی افراد انجام می داد و همینطور به طور خاص روی زنان. مسعود رجوی در یک جلسه گفتش که ما می خواهیم هر گونه امید به آینده رو از بین ببریم، یا شما تمام عیار با تمام وجود هستید برای سازمان یا نیست. و تو بازدیدهایی که شروع شد از زنان به طور گسترده دیدیم که خانوما رو دارن یکی یکی همینطور 20 تا 30 تا مثلا مشاهده شد که اینا دارن میرن رحمش رو جرایی میکنن. پایه سوم محرومیت همگانی، یعنی هیچ مردی نباید به زنی فکر کند و هیچ زنی نیز نباید به فکر مردی باشد و اگر راجع به او فکری شود به مثابه تعرض به حریم رجوی و خیانت به او تلقی می شود. در سازمان مجاهدین زنا برای زنا بالاترین خواسته‌ای که رجوی می خواست ازشون یکی شدن با رجوی. حرمسرای سازمان یا به اصطلاح حوض مخصوص شورای رهبری اصطلاح کسایی بود یا خانمایی بود که با مسعود رجوی همخوابگی داشتن یا ارتباط جنسی بینشون برقرار شد. به اینا یه دونه گردنبنده که من از گردنبنده که خودم داشتم عکس گرفتم. این گردنبند داره رجوی مینداخت گردنشون. من میدیدم اینا وقتی مخالفت میکنی باهاشون آخر سر میکشنت و وقتی هم کشته شدی شهیدشون میشی. پایه چهارم هژمونی زنان. این زنان هستند که بر مردها غالبند، یعنی ریاست مریم رجوی و اینکه کل اعضای شورای تروریستی موسوم به ملی مقاومت هم از لایک، مسلمان و غیر مسلمان میبایست تحت هژمونی زنان درآیند. سال 1364 مجاهدین به این نتیجه رسیدند که در مقابل رژیم آخوندی پیشتازان مبارزه یا به زبان امروز لیدرها زنان هستند.
نقطه شروع پدیده‌ای بود به نام انقلاب ایدئولوژیک در اون جا. راستی پیشینه اخلاقی آدم بیشتر برات مهمه یا وضعیت سیاسی اونها؟ اصلا پاکدامنی رو چی تعریف میکنی؟ به عنوان یک فرزند ناچیز خلق، جز این که بگم با تک تک سلول هایم به مسعود و مریم تبریک میگم. برای اینکه چشم و گوش همه رو ببنده، اینا رو تحت فشارهای روحی قرار داد. میگم شما برای اینکه از این فشارها خارج بشید، مجبورید به یک نقطه اعتراف کنید. به این رسیده بود که باید با آدم ها این کار کرد که بشه فکرشون رو قفل کرد. ادامه جلسه دادگاه برای قرائت کیفرخواست توسط نمایندگان محترم دادستان رو خواهیم داشت.